در شرایطی که کارشناسان معتقدند سال جاری از نظر اقتصادی کم تحرک‌ترین سال برای اقتصاد ایران خواهد بود و سخن از تشدید بحران بیکاری می شود، وزیر اقتصاد در تازه‌ترین گفتگوی خود گفت عوامل منفی از اقتصاد ایران رخت بربسته است، در حالی که از موزل بیکاری به عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد نفتی ایران یاد می‌شود، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از احتمال توقف صادرات گاز ایران خبر می‌دهد. به نوشته پایگاه خبری تحلیلی فردا، مقام نفتی تهران علت این مسئله را منطقی نشدن قیمت گاز می‌داند. همزمان سخن از نیاز 5 میلیارد دلاری برای تثبیت تولیدات نفت و گاز کشور به گوش می‌رسد. نگرانی بر سر افزایش نرخ بیکاری با چشم‌انداز نچندان روشن بازار صادرات کشور همراه شده است. پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، مشکلات صادرات را در رکود، نرخ ارز و تورم می‌بیند. ایلنا، خبرگزاری کار ایران، در گزارشی تحلیلی با عنوان خانه‌های روی آب، از وجود مهندسان فراوان بیکار در کشور، انبوه‌سازانی که به حاشیه رانده شدند و بیکاری گسترده در کنار فوج بزرگی از شهروندان که رویای خانه‌دار شدن را فراموش کردند پرداخته و نتیجه می‌گیرد این عوامل بهترین تصویر برای نشان دادن اوضاع مسکن در اقتصاد ایران است. گزارش تالار بورس و اوراق بهادار تهران در فروردین ماه با وجود رکوردزنی شاخص‌های بورس از کاهش 13% ارزش و 16% حجم معاملات حکایت دارد. در همین حال سند توسعه اشتغال مبنای بودجه بندی کشور می شود. خبرگزاری فارس از ثبت نام 923,000 متقاضی کار در وزارت تعاون خبر داد، در حالی که ولی الله صالحی، عضو شورای عالی کار، در گفتگو با خبرگزاری مهر، نظارت را راز موفقیت مشاغل خانگی و هر گونه طرح دیگر می‌داند، کانون انجمن‌های صنفی، شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و تأمین نیروی انسانی سراسر کشور بر این باور است که رونق فضای کسب و کار در پرتو فاصله بنگاه‌های اقتصادی از تصدیگری دولت میسر خواهد شد.